29 اکتبر برابر با 7 آبان از سوی گروهی از کوشندگان فرهنگی به عنوان روز جهانی کوروش بزرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی در گوشه و کنار جهان برگزار شده و اندیشمندان و صاحب نظران ایرانی از جنبه‌های مختلفی جایگاه این چهره تاریخی را بررسی کردند. امشب با خانم شکوه میرزادگی فعال فرهنگی و از اعضای کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد هستیم تا درباره همین موضوع صحبت کنیم. خانم میرزادگی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. سلام آقای مکری، سپاسگزارم از دعوتتون و خوشحالم که دوباره در روز کوروش بزرگ اینجا هستم. خانم میرزادگی، پیش از هر چیز برامون توضیح میدید که چرا 29 اکتبر به عنوان روز جهانی کوروش بزرگ انتخاب شده؟ چه دلایلی برای این انتخاب هست و کمی درباره چگونگی شکل‌گیری این روز توضیح بدین؟ حتما. حدود 6.5 نزدیک به 7 سال پیش ما در کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند تلاش می‌کردیم، سدی که بعداً همه اون چیزهایی رو که ما پیش بینی کرده بودیم و کارشناسان کمیته و دلسوزان فرهنگ ایران در خود ایران حتی به وقوع پیوست و این آبگیری بیهوده انجام شد، اما خوشبختانه یه مقداری کمتر آبگیری شد که آب به پاسارگاد نرسه. در اون زمان ما از روز 29 اکتبر که روز ورود کوروش به بابل و در واقع صدور فرامین آزادی بخش او بود استفاده کردیم برای اینکه به مردم جهان بگیم آرامگاه چنین مردی در خطر نابودیه. این روز رو در واقع اگر شما نگاه کنید در تمام تاریخ‌های دنیا، یعنی در هر تاریخ نظامی و هر تاریخی که وجود داره، روز 29 اکتبر رو بلافاصله با روز ورود کوروش در 539 قبل از میلاد برابر میدونن و روزی میدونن که کوروش وارد بابل شد و فرامین آزادی خواهنا شد. دلیل ما برای اینه که این روز رو محترم بدونیم، یک روز فوق‌العاده‌ای، برای اینکه در این روز برداری حذف میشه، در این روز بیگاری رو حذف میکنه، در این روز آزادی مذهب رو اعلام میکنه در بابل، و ما به عنوان ایرانی اگر بخوایم یه روزهایی رو در واقع در سرزمینمون داشته باشیم که گرامی داشته باشیم، به نظر من این یکی از مهمترین روزهاست، چون همه جهان هم از اون باخبر هستن. خانم میرزادگی، به نظر شما کوروش بزرگ چه خصوصیات و ویژگی هایی داره که باید یک روز جهانی به اسمش ثبت بشه و از این نظر چه اهمیتی میتونه داشته باشه برای ایرانیان با توجه به شرایطی که در کشورشون هست؟ درسته. ما در کشور، یعنی در همه جای دنیا، مردمان با فرهنگ شخصیت هایی رو که دهشی داشتن به جامعه خودشون و در این حال به جامعه بین المللی براشون ارزش قائلن. ما در کشورمون اگر بخوایم مهمترین شخصیتی رو که بیشترین دهش رو داده به سرزمین ما و به مردم دنیا، کوروش بزرگه. ما الان غرورمون بر اینه که اعلامیه حقوق بشر رو داریم که انسان بعد از قرنها تونسته به چیزی به نام اعلامیه حقوق بشر برسه. چرا ما کسی رو که کلماتی رو گفته، فرامینی رو صادر کرده که در 2500 سال پیش این همه نزدیکی هایی داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کشور ما بوده و رهبر فرهنگی و سیاسی ما بوده، براش بزرگداشت نداشته باشیم؟ مهمترین چیزی که کوروش در اون زمان داده و امروز مردم در ایران تشنه اون هستن آزادی مذهبه.
آزادی مسکنه، حذف بیگاریه، حذف بردهداریه. ما میبینیم در امریکا به بچه های مدارس میگن که آبراهام لینکلن در این سرزمین بردهداری رو حذف کرده. چرا ما نباید در سرزمینمان مغرور باشیم که 2500 سال پیش کوروش چنین عملی رو در جامعه ای، در جهانی کرد که بیشترش جهان وحش بود؟ و این دهش هایی که کوروش داده به سرزمین ما، در به خصوص در این لحظه تاریخی که حکومتی بر ما حکم فرمایی میکنه که تبعیض، اولین تبعیض مذهبی به خصوص، تبعیض فرهنگی اولین سخنشه، به نظر من یکی از کارهای مهمه. خانم میرزادگی، معمولا در چنین روزی چه برنامه‌هایی برگزار میشه؟ کوشندگان فرهنگی و فعالین به چه طریقی تقدیر میکنن و کوروش بزرگ رو مورد ستایش قرار میدن؟ در خارج از ایران معمولا به همین عنوان، یعنی جشن میگیرن، مردم دور هم جمع میشن، مناسبت هایی هست. در ایران سال اول و دوم مردم رفتن در پاسارگاد، گروه گروه رفتن در پاسارگاد و ادای احترام کردن، ولی از سال سوم دیگه حکومت اجازه نداد. حتی الان وابستگان به حکومتی که دو نفر علیه این روز می نویسن و حکومت اصلا دوست نداره راجع به این روز گفته بشه، و دلیلش هم نفرتیه که از کلمه حقوق بشر داره. هر کجایی که اسم حقوق بشر بیاد ما درگیری داریم با حکومت ایران. و چون این روز هم روز صدور منشور حقوق بشر کوروشه، اجازه داده نمیشه در ایران هیچ عملی انجام بشه. حتی بعضی ها رو خواستن و بهشون گفتن که نباید راجع به این روز گفته بشه. فقط یکی دو نفر از وابستگان در روزنامه‌های مخصوص خود حکومت علیه این روز نوشتن. خانم میرزادگی، من وبسایت شما رو که نگاه می‌کردم متوجه شدم که شخصیت‌ها و چهره‌های گوناگونی مطالب و مقالات متفاوتی رو درباره روز جهانی کوروش بزرگ منتشر کردن، که خب اینها طرز فکرهای متفاوتی هم دارن، از طیفهای گوناگون هستن و به نظر میرسه که این روز جهانی در اصل نقطه مشترکی هست برای همبستگی تمامی این چهره‌ها و شخصیت‌ها. نظر شما در این باره چیه؟ کاملا درسته. همونطور که در همه جا این اسامی هست، ما از گروه‌های مختلف، یعنی رهبران گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه از طریق کمیته نجات پاسارگاد پیام فرستادن برای روز کوروش به مردم. و در واقع این اولین باریه که من فکر میکنم در حداقل در تاریخ این 32 سال تمام شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی با طرز فکرهای مختلف، یعنی از پادشاهی خواه تا جمهوری خواه، از چپ راست، همه این روز رو به عنوان صدور روز منشور حقوق بشر کوروش تبریک گفتن به مردم ایران. و فکر میکنم کوروش یک بار دیگه در زمانه ما سبب بشه که انسانها به هم نزدیکتر بشن و صلح و دوستی و آشتی و آزادی خواهی در سرزمین ما به وجود بیاد. خانم میرزادگی، آخرین پرسش رو من شاید در حدود یه دقیقه و 30-40 ثانیه فرصت داشته باشیم. به نظر شما چی کار میشه کرد که اهمیت نقش تاریخی کوروش بزرگ رو بیشتر به غیر ایرانی ها شناسون؟ در این زمینه چه کارها و برنامه هایی میشه اجرا کرد؟ در واقع کاری که ما میکنیم، با تماس میگیریم. الان توی قراری که هستش در اینکه در دانشگاه ها از سال آینده روز کوروش محترم شن، بزرگداشت داشته باشه. الان ما خیلی روز کوروش رو در بسیاری از شهرها جلوی دانشگاه ها یا موزه ها میریم و برای مردم توضیح میدیم. و چیز دردناک اینه که به نظر من غیر ایرانی ها خیلی بیشتر از ایرانی ها
برای شخصیت کوروش، یعنی اون بخش از شخصیت کوروش که مورد نظر ماست، یعنی صدور منشور حقوق بشرش، خیلی بیشتر آگاهی دارن. و اگر ما الان روی سایت هم هست، اگر شما نگاه کنین، همیشه وقتی از کوروش صحبت میشه به این جنبش نگاه میشه، در حالی که در سرزمین خود کوروش بچه ها اولا تاریخ زمان کوروش رو نمیدونن، تاریخ هخامنشیان رو که من شنیدم از امسال برداشتن از کتاب‌های درسی، قبلا هم در این سال‌های گذشته فقط از کوروش به عنوان یه جنگجو نام برده می‌شد و هیچ وقت جنبه‌های مثبت شخصیت کوروش رو نشون داده نمی‌شد و نشده. و من فکر می‌کنم بهترین کاری که الان میشه کرد همینه که ما در هر شهری که هستیم، در کشورهای مختلف، به این مسئله بپردازیم که کوروش داده‌هاش به بشریت و به سرزمین ما چی بوده و مهمترینش چی بوده. و ما امیدواریم که این کار انجام بشه و سپاسگزارم که در صدای آمریکا امسال هم به این مسئله پرداخته شده. خانم شوکو میرزادگی از شرکتتون در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. امیدوارم روز خوبی در شهر دنور کلرادو داشته باشید. سپاسگزارم. مرسی.